خصوصا شما در قرآن کریم میخوانید که الله متعال میفرماید شما نکاح کنید یک زن، دو زن و سه زن، اگر عدالت نمیتونید و یک زن اکتفا کنید. نگفته که متعه کنید، سیغه کنید، گفته که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. اگر ترسیدن که عدالت نمیتونه به یک زن اکتفا کنن، باز اگر گفتن ترسیدن که عدالت نمیتونه برن سیغه کنن، در کجای قرآن است؟ و در سوره المؤمنون و در سوره های متعدد قرآن که در اونجا میگه که مسلمان حق نداره که شرمگاه او را استعمال کنه و کسی ببینه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر بالای زنایشان که نکاح کرده. یک حکم سومه. و چهارم مطلب ای است که ما و شما میخوانیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در عهدش ای جایز بود برای موقت در یکی دو بار و بعد از او منسوخ شد و از او جمله در حدیث مسلم است، حدیث نمبر 1406 1406 از سبوره روایت است، امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما را پیامبر اسلام امر کرد بالمتعه و صیغه نکای موقت عام الفتح، در فتح مکه، حين دخلنا مکه، زمانی که ما در مکه داخل شدیم، ثم لم نخرج حتی نهانا عنها، بعد از ما خارج نشدیم که ما را از او منع کرد، دوباره ما را منع کرد. یه در حدیث صحیح مسلم است و او احادیثی که پیامبر اسلام در مسلم ذکر کرده و احادیث قبل از نسخ بوده، قبل از اینکه منسوخ شود، بعضی از دجالان و عوام فریبان و عمام و سرهای که به بخاری و مسلم نام شنیدند و در محضر مردم میارن، نگاه مردم این کتاب اهل سنت در مسلم نوشته است که این متعه جایز است و بوده، اما منسوخ میخوانه و ناسخ نمیخوانه، پت میکنند. این عادت اهل کتاب بود، عادت یهود و نصارا بود، پنهان میکردند. مثل که میگن پیامبر اسلام به سوی خانه عایشه اشاره کرد که از اینجا فتنه و فساد بالا میشه، در حالی که اشاره پیامبر به طرف شرق بود. در حدیث بخاری و در دیگران پیامبر طرف شرق اشاره میکنند که از اینجا زلازل و فتنه ها برپا میشه. ولی میبینن که در عراق و در شرق چقدر فتنه ها و جنگ ها و قتل و کشتار ها وجود داره. بازیره میبرن به خانه عایشه صدیقه. نخیر، این عیب و این جهل و این نقص در مغز تو است که نمیفهمی. در بخاری این نقص وجود نداره، در حدیث پیامبر این نقص وجود نداره، و در خانه عایشه طاهره و عفیفه ام المؤمنین آیات قرآن حدیث پیامبر تلاوت می شد. اون مرقد و مقبره رسول الله است. از اونجا امروزم از خانه عایشه نور نبوت بلند می شه، از قبر رسول الله نور نبوت بلند می شه. الله اکبر. تو میگه از عایشه، از خانه عایشه فتنه بلند می شه. آن خانه عایشه روضه رسول الله است، قبر معطر و منور رسول الله است. پس تو چی بلند می شه از نور نبوت؟ الله اکبر، الله اکبر، لعنت الله علی الكاذبین.